الهی تنتان سالم، لبتان خندان، زندگیتان سرشار از عشق و محبت باشه و از روزهای زیبا و قشنگ از بهار را با آنچنان زیبایی هاش سپری کنین و امروز هم داشته های خوب را از آن خود بسازین. در یکی از برنامه های دیگر رسم زندگی شما را خوش آمدید میگم. سپاس از امرویتان و خوشبختانه خدا را شاکر استیم از این که در فرصت دوباره در خدمت شما هستیم. انشالله که شما هم این فرصت ها را بر خودتان غنیمت شمرده داشته های خوب را از آن خود بسازین و چه خوب است همیشه با قلب مهربانی که دارین و زندگی زیبایی که دارین همچنان افکارتان را زیبا بسازین، زندگی را از یک دریچه زیبا ببینین و چقدر زیبا زندگی میکنین این رفت میگیره به همان افکار و ذهنیت مثبتی که شما دارین. پس ما هم از خداوند متعال بر شما یک زندگی سرشار از محبت میخوایم. خدا کنه که شما هم بتانین زیبایی های واقعی زندگی را از آن خود بسازین. میخوایم بیشتر در مورد یک موضوع مهمی که شاید اکثریت اگر متوجه شویم ببینیم با این مشکل درگیر هست، در مورد افسردگی میخوایم بیشتر صحبت داشته باشیم. اینکه افسردگی چی هست، چگونه به وجود میاد، کدام افراد بیشتر افسرده میشن، نکات مهمی هست، سوالات مهمی که در ذهن شما هموطنان عزیز هست. یک و یک از جناب احمد جاوید آریا روانشناس میپرسیم و شما هم اگر مشکل دارن که مطمئنا هستن هموطنان ما که مشکل دارن در این مورد سوال دارن میتونن مستقیما در برنامه خودتان با ما وصل شون. 0220293 شما را به گونه لایف و مستقیم با ما وصل میسازد. چه خوب است که زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت خوب را بر خودتان اختیار کنین. اما قبل از صحبت های ما با جناب آریا بستی معلوماتی را در ارتباط آماده ساختیم، میریم با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم، ما را همراهی کنین. افسردگی. ما در این بسته معلوماتی برای شما از علایم افسردگی خواهیم گفت. شروع می‌کنیم از اولین علل. شماره اول، تغییرات در روند خواب. بسیاری از مبتلایان به افسردگی با تغییرات خواب مواجه می‌شوند. تغییر الگوی خواب گاهی به شکل بی‌خوابی و گاهی به شکل خواب زیاد و بیشتر از حد معمول بروز می‌کند. صبح خیلی زود بیدار شدن از جمله علایم شایع در افسردگی حاد است. اما قابل ذکر است که بیدار شدن برای نماز بهترین راه برای بیرون رفت از خوابهای غیر عادی است. شماره دوم، بی‌علاقگی. این مورد می تواند بالای روابط انفرادی یعنی شخصی، روابط فامیلی و هم روابط کاری تأثیرات منفی باور نکردنی داشته باشد. زیرا در این مورد شخص به هیچ چیز تمایل نداشته و علاقه خود را به انجام فعالیت‌های عادی روزمره از دست می‌دهند. این افراد حتی احتمال دارد به بی‌اشتهایی یا عدم تمایلات جنسی دچار شوند. می‌رویم به طرف شماره سوم، تغییرات در اشتها. این مورد هم جسمی و هم روانی می تواند بالای فرد تأثیر گذار باشد. گاه مبتلایان به افسردگی با کمخوری و یا پرخوری روی می آورند که این تغییر در اشتها می تواند منجر به کم شدن وزن و یا هم افزایش وزن شدید شود. شماره چهارم، عدم تمرکز. با کسانی که دارای خصوصیت ذکر شده هستند قابل نگرانی نیست، زیرا این مورد در مریضان حاد یا به اصطلاح عام مریضان پیشرفته افسردگی به وجود می آید. برخی مبتلایان به افسردگی حاد قادر به تمرکز نیستند. گاه این افراد در روزنامه خواندن یا دنبال کردن ماجراهای سریال‌های تلویزیونی نیز دچار مشکل می شوند و تصمیم گیری حتی تصمیمات پیش پا افتاده برایشان دشوار می شود. بستی معلوماتی رو تقدیم کردیم در ارتباط به افسردگی. بیشتر سوالاتی که در ذهنتان هست میخواییم در فرصتی که در دست داریم از جناب آریا بپرسیم که خوشبختانه در برنامه تشریف آوردن. سلام، بعد از ظهرتان بخیر، خوش آمدید. به نام خداوند بزرگ توانا، هر سلام عدد خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز و همکاران تکنیکیتان. خیلی خوشحال هستم که این برنامه زیبایتان حضور دارم. زنده و سلامت باشیم. ما هم خرسند هستم که شما رو در کنار خود داریم. آقای آریا، میخواییم بیشتر در مورد افسردگی که بسیار معلومات رو تقدیم عزیزان ما کردیم از شما هم بشنویم. اما چه خوب است که بحث های ما را از یک تعریف آغاز کنیم. دقیقا، افسردگی یک معضل بسیار رایج، عمومی و عام در تمامی جوامی بشری تمامی کشورهای جهان هست. با تمامی انسانهای روی زمین حداقل یک بار با این افسردگی مواجه شدن. حداقل خوشترین انسانی روی زمین پسرهای
پادشاه ها و وکلا و زرا و دخترایشان حداقل یک بار این افسردگی را سپری کردند. یعنی رایج هست. اون قدری که آمدن علما یا انستیتوت های جهانی و یا کارگاه ها یا چی بگیم شرکت های تولیداتی ادویه‌جات در بخش روانشناسی و در بخش روانی و تربیت بدنی و اینها که اینا به خاطر فروشات محصولاتشان خیلی ایره بزرگ نشان دادن برای مردم، اون گناه هم نیست. یعنی یک انسان میتونه خودش افسردگی خودش هم در قدم نخست مداوا بکنه و نیاز نشه که به کسی دیگه تکیه کنه، نیاز نشه به کسی دیگه. اصلا افسردگی یعنی یک حالت غیر نرمال و غیر عادی و گذراندن شب و روز به صورت غیر نرمال. مثل یک انسانی عادی ما برخورد نکنیم، مثل یک انسانی عادی صحبت نکنیم، مانند یک انسانی عادی خورد و خوراک نداشته باشیم. و این معنی است که مگه افسردگی خفیفی در وجود ما و در زندگی ما رونما شده و ما میتونیم با امی علائم که ما غیر نرمال به نظر میرسیم و دیدگاه دیگرای و دیدگاه خودمان وقتی میبینیم، باید بفهمیم که ما افسردگی داریم و دنبال راه حلی باید باشیم. و در لابلای برنامه میشه الان خود پرداختیم که چگونه ایجاد میشه و چگونه ما میتونیم این را جلو شو بگیریم. بسیار خوب. افسردگی نمی. اما قبل از اینکه بپردازیم به اینکه کدام افراد بیشتر افسرده میشن، میپردازیم به اینکه آقای آریا عوامل عمده و اساسی یک سبب افسردگی میشه بیشتر در چی هست؟ عوامل اولی و نقطه اساسی برخلاف تمام دیدگاه های دانشمندان علوم جامعه شناسی و روان شناسی و اینها، ما میخوایم بگویم که عوامل عمده اساسیش خود انسان هست. بله. اولین عاملی که من افسردگی میگیرم خودم هستم. چرا؟ وقتی که توقعات من از دیگرها بالا میره و اندکترین بیتفاوتی دیگرها، پدر، برادر، خواهر، مادر، همسر، کوچکترین بیتفاوتی اینها باعث تنش بسیار شدید روحی برای من میشه و یک احساس مایوسی، احساس بیکسی، احساس تنهایی، این احساس ها یکی پای دیگر بالای من هجوم میاره و من افسرده میسازه. اولین عاملش خودم هستم که من توقع میکنم، من تکیه به خودم نمیکنم، تکیه به دیگران میکنم. من ظرفیت های خودم، توانایی های خودم، شایستگی های خودم را نادیده میگیرم، میخوام به دیگران اتکا بکنم، دیگران مشکل حل کنن، دیگران منو خوش نگاه کنن، دیگران منو تفریح ببرن، دیگران به من برسن، دیگران یعنی یک از عاملش میتونه توقع بیش از حد یا توقع بیجا هم باشه. اولین عامل افسردگی خود انسان هست که توقعات بیجا. و عامل دومیش نارسایی اعضای خانواده است به فردی که دچار افسردگی شده، یا پسرشان یا دخترشان یا خواهرشان یا از اعضای خانواده که دچار افسردگی می شوند، و یا محیط نامناسب ماحول خانواده یا محیط نامناسب ماحول کاری که یک دختر خانم در یک اداره کار میکنه که روحاً آرام نیست. و این ناآرامی روحی یک روز نیست، دو روز نیست، یعنی همیشه تکرار میشه و برازی یک افسردگی دائمی را ایجاد میکنه. یا نارامی روحی در درس، یک استاد است و شاگردش برخورد زشت میکنه با دیگرانش قسم نیست و این شاگرد در بین دیگر صنفیاش تا تاثیر روحی قرار میگیره و این دچار افسردگی میشه. یعنی علائم بسیار فراوانی را ما بشمش سر میبینیم و مشاهده میکنیم. و همچنان زیاد از کسایی که با ما مراجعه میکنن وقتی پرسان میکنن که مشکلتان چیست، اولی میگن که ما در خانواده مشکل داریم، یا اقتصاد ما ضعیف است، یا ناسازگار، یا پدر مادر ما بین خودشان زیاد جنگ میکنن، بالای روح روان ما تاثیر میکنه، ما نمیتونیم درس بخونیم، ما نمیتونیم درست کار کنیم، درست زندگی کنیم، نمیتونیم آرام باشیم. حتی ما در تفریح میرویم، تفریح فامیلی که چند دقیقه سات ما تیر شود خوش بگذرانیم، اما دم تفریح هم پدر مادر ما میرن جنگ میکنن و این بالای روح روان ما تاثیر میگذاره. اینجاست که ما میتونیم بگوییم افسردگی خیلی از عوامل دیگه ای داره که دانشمندها بیان کردن، خیلی متفاوتر از اونها علایم یا عوامل دیگه ای وجود داره در جامعه افغانستان، در جامعه که ما شما زندگی میکنیم و مردم آگاهی دارن. هیچ کسی نمیتونه این رد کنه. هر خانواده‌ای که مملو از خشونت باشه، برخوردهای ناسالم، نادرست باشه، به اعتمادی باشه، به احترامی باشه، در اون خانه افسردگی موج میزنه. و در هر محیط کاری، در هر محیط تحصیلی، علمی، آکادمی، اجتماعی، فرهنگی، شهر، بازار، دوکان، در هر کجایی که روابط اجتماعی بر مبنای اخلاق انسانی و اصول و پرنسپ اجتماعی برابر و سازگار نباشه، اونجا جای افسردگی است. اونجا جایی است که انسان ها را به افسردگی مواجه می سازه، بخواهی یا نخواهی، چه پسر، چه دختر، چه پیر، چه جوان، چه کودک.
و کودک ها بیشتر متاسفانه در خانواده ها افسردگی می گیرن، یا در صنفشان یا در خانواده ها، چون در صنف مورد توهین همسنفی هاشون قرار می گیرن به خاطر نداشتن یک بوت مناسب، لباس مناسب، یک استایل مناسب گفته خودشان، و اینا از لحاظ روحی احساس کمبودی می کنن و احساس کمبودیشان رب می تنن و پدر مادرشان که به اینا نارسایی می کنن نمی رسه به اینا، یعنی اینا خودشان همین کودک در ذهن خودش قضاوت می کنن و این قضاوت خودش باعث میشه که این افسرده شوه و پیش صنفی هایش کم بیایه و این باعث میشه که دلسردی پیدا کنه نسبت به درسش. این انبوهی از چالش ها، عوامل و علت هایی است که باعث میشه یک انسان به افسردگی مواجه شوه. ولی اساسی ترینش این است که انسان خودش عامل افسردگی خودش است. همین نقطه را میخوایم ببینید خیلی متوجه باشند که وقتی ما خود را کنترل میکنیم، احساسات خود را کنترل میکنیم و توقعی بیشتر از حد از دیگران می داشته باشیم، ما بیشتر از حد به افسردگی مواجه نمیشویم. دقیقاً در مورد عوامل افسردگی هم صحبت داشتیم، میخوایم بیشتر در مورد راهکارها و بیشتر قبل از اینکه روی راهکارها بریم، میخوایم در مورد ارتباط عزت نفس با اینکه یک شخص چقدر میتونه با نبود عزت نفس یا کمبود عزت نفس به افسردگی دچار شود و کدام افراد بیشتر در مرز خطر افسردگی قرار میگیرن صحبت میداشته باشم. اما قبل از او وقفه داریم. با شما هستیم در ادامه برنامه. آقای آریام شو که صحبتهایتان رو داشته باشیم در مورد اینکه بیشتر کدام اشخاص به افسردگی سردوچار میشن و عزت نفس هم میتونه ارتباط داشته باشه. خیر بفرمین. تشکر، خیلی نکته خوبی را اشاره کردین. عزت نفس برای انسان ها، برای شخصیت، برای وقار، برای آلایش معنوی انسان و زیور و زیبایی درونی انسان کمک میکنه که انسان ها استوار صحبت کنه، استوار گام برداره و استوار به پیش بره و استوارانه مبارزه بکنه. این عزت نفس اگر کوچکترین صدمه ببینه، بدون شک تاثیر مستقیمی بالای روح و روانی فرد میگذاره و این فرد را مصاب به افسردگی میکنه. مثلا شما بیایید با عزت، وجدان، حیثیت و وقار و جایگاه و شخصیت یک انسان بازی کنین یا با تمسخر بگیرین، بدون شک که او مورد یک حمله وحشیانه روحی روانی قرار میگیره و افسردگی رو به صورت آنی احساس میکنه، احساس ناامیدی میکنه، احساس شکست میکنه، احساس غم میکنه، احساس ناراحتی میکنه و تمایل پیدا میکنه به تنهایی، تمایل میکنه به جدایی، تمایل به گوشه‌نشینی و احساس میکنه که اگر تنها باشم بهتر از این است که مورد تمسخر دیگرها باشم. اگر تنها باشم بهتر از این است که ما برم و دیگرها بالای ما بخندن. به اون خاطر وقتی تنهایی را گوشه گیری میکنه یا تنهایی را اختیار میکنه، با مرور زمان یا آرام آرام افسردگی ازی بزرگتر شده میره. از حالت ابتدایی که افسردگی خفیف میگیره ای رفت، افسردگی متوسط میشه. افسردگی متوسط ازی به افسردگی حاد یا مزمن مشکل ساز تبدیل میشه که این را نیاز هست که به شفاخانه روان درمانی بره که تداوی شوه و دکترای روانشناس بر از این تجویز کنن، یعنی به دوا و تداوی و حتی بستر نیاز پیدا میکنه، یا این که اگر مراجعه نکنه دست به خودکشی بزنه، دست به یک جنایت بشری دیگه، یک برخورد زشت و نادرست دیگه، یا خودش صدمه برسونه، یک از اعضای خانواده یا فامیل یا دوستایش صدمه برسونه. این بهتر است که ما هم به عزت نفس خودمان احترام بگذاریم و هم به عزت نفس دیگران. درست، شوخی ها بخشی از زندگی ما هستند. ما نمیتونیم در خانواده بدون شوخی، بدون لحظات شاد زندگی کنیم. با مادرگاه شوخی میکنیم، با پدر شوخی میکنیم، با برادر، با خواهر. این شوخی ها نباید باعث تمسخر باشه و این شوخی ها نباید به خاطر بلند کردن خودمان و به زمین زدن دیگران باشه. شوخی هایی باشه که برای عزت نفس دیگر را صدمه وارد نکنه. دقیقا. 0220-220-993 شماره تماس برنامه است، میتونه تماس بگیرین. خب آقای آریا، ما در بین دوستان ما، در بین فامیل، اعضای فامیل ما، اگر یک فرد افسرده را شاهدش هستیم، بیشتر ما متوجه شدیم با یک فرد افسرده زمانی که برخورد صورت میگیره، به جای اینکه بیایم حداقل از اون وضعیتی که داره او را بیرون کنیم، گپایی که انگیزه های
مثبت داره، یعنی با انگیزه صحبت کنیم متاسفانه انگیزه های منفی رو بیشتر انتقال میتیم و افکار منفی رو بیشتر انتقال میتیم که افسردگی فرد دوچند میشه. با یک فرد افسرده چگونه رفتار کنیم میشه در این مورد هم صحبت داشته باشیم؟ خیلی نکته خوب و بسیار مهمه اشاره کردی. واقعا نکته اساسی که برای بهبود یک انسان افسرده کمک میکنه همین برخورد اطرافیان هست. وقتی یک کسی به تو پناه میاره، جناب آریا صحبت هایتان فراموشتان نشه تماس داریم. بله سلام خواهر عزیز، وقتتان بخیر، تماستان وصل است، میشه سوالی که دارین یا مشکلی که هست از آقای آریا سوالتان رو مطرح کنیم. ما به امیدسی ها سردرد شدید از نرسه روشده دوای دکترم گرفتیم، بسیار امیدیم سوال دارن آقای آریا؟ شما سوال دستم میگن اینا؟ گفتن سردرد دستم. بله ها، این تاثیرش کدام عوامل خاصی داره سردردیتان؟ بله سردردتان دوام مدت هست یا تازه شروع شده یا چند روز است که سردرد شدین؟ خب فکر میکنم که صدایشان درست نمیاد. دوست عزیز، زمانی که تماس میگیرین چه خوب است که یک موقعیت خوب را به خودتان اختیار کنین تا صدای شما را به درستی با خود داشته باشیم. میشه روی موضوع بیشتر صحبت داشته باشیم. تشکر. در رابطه با سوال خواهرم گفتن خوب مربوطه کارشی که بس بله درست دقیق نتونستم سوالشان را بگیریم. ما کمیشه گرفتم، میخوام بله. یک وضعیت کوچک برای شما قبل از اینکه به موضوع بپردازیم. سردردی ها معمولا از خستگی ها به وجود میه و خستگی های چی خستگی روحی باشه چی خستگی کاری باشه، وقتی شما زیاد بیش از حد بیخواب میشوین سردرد به وجود میه و این سردردی هایتان عوامل داره و جای خاص داره. مثلا اگر عقب سر شما درد میکنه و این مانست فشار شما یا پایین است یا بلند است، وقتی پیشونی شما درد میکنه بفهمین که شما خستگی روحی و خستگی جسمی دارین. بله باز هم تماس داریم، انشالله که خواهر ما هم جوابشان را دریافت کرده باشن. بله سلام، شیزی خانم خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین خواهر عزیز، انشالله که شما هم خوب باشین. خوشبختانه تماستان وصل شده، میتونه که از آقای آریا سوالی که دارین مطرح کنین. ما سوال داشتم، ما مدت هاست سال هاست بسیار زیاد شدید سردرد می باشم و میانم قدر من خودم سردرد هستم که هیچ شما امروین از بندیدگی دیدن همیشه بسیار درد می کنم. خب خواهر عزیز، ما امروز در مورد افسردگی صحبت می داشته باشیم. موضوع برنامه ما افسردگی است. اگر علت سردردی شما بله می شنوین؟ همشریقا من افسردگی هم دارم، مدت 2-3 سال یا 4 سال میشه که من شدید افسردگی گرفته. چه مشکل داریم خواهر گرامی؟ مدت 2 سال میشه که عروسی کردیم از بسیار موضوع. در خانه از کدام نایه زیاد رنج میبرین؟ مشکل اصلیتان چی است؟ در خانه چی مشکل دارین؟ چرا افسرده شدیم برای دکتر؟ من از تنهایی زیاد رنج میبرم. از چی؟ از تنهایی رنج میبرم، از روی که فامیل شوهرم با ما میکنه. شوهرتان موجود است؟ خودم خیلی خود آزار میدم، حد لعوستم. بله؟ شوهرتان موجود هست فعلا؟ نفهمیدم. گفتم شوهرتان موجود است؟ امروز شوهرتان زندگی میکنه؟ شوهرم با فعلا در خانه نیست. سوال هست؟ بله دکتر صاحب، بله. بیشتر دمو بستین تصویری بعض گپا اشاره شد که افسردگی میتونه آدم از بسیار چیزا دور کنه. ما هم شدیم بخی. تشکر، سوالتون گرفتیم. میخوام موضوعی که باشه خانه باشه شوهر باشه. زنده و سلامت باشین. تشکر خواهر عزیز، میتونین که از طریق تلویزیون جواب سوالتون رو دریافت کنین. بفرمایید. در رابطه با سوال خواهر ما باید بگویم واقعا گفتم که ما در یک جامعه جنگ زده مثل افغانستان که زندگی میکنیم و جامعه‌ای که نو تازه داریم خودمان را کم کم میشناسیم. تازه میفهمیم که خانواده یعنی چی، ازدواج یعنی چی، زندگی یعنی چی. کم کم یعنی الفبای زندگی را داریم مطالعه میکنیم. در چنین جامعه افسردگی یک امر معمول است. ما شاید تا 90% مردم افغانستان با مشکل افسردگی مواجه شده باشند. بزرگترین و بهترین و مترقی‌ترین کشورهای دنیا فعلا تا 50% افسرده دارند. این یک امر معمول است، اما افسردگی که مزمن است، دردآور است،
خیلی یعنی غیر قابل تحمل است. او افسردگی خانوادگی است، افسردگی که درمان به نظر اعضای خانواده نداره. هر عضو خانواده که مورد خشونت قرار میگیره، مورد بیمهری قرار میگیره، بیتوجهی قرار میگیره، بی احترامی یا به خودش یا به خانوادهش یا به بستگانش، یا شوهر برای بستگان خانمش توهین میکنه تقریبا، یا خانم برای شوهرش. در هر دو حالت این عواملی هست که باعث افسردگی، باعث ناراحتی روحی و روانی میشه و احساس نادرستی را به جا میگذاره و باعث سردی مهر و محبت و صمیمیت خانوادگی هم میشه و باعث حتی خشونت های خانوادگی هم میشه. این روش ها ما باید متوجه از نکات باشیم و راه حل که ما میتونیم برای همچو افسردگی هایی که چندین سال دوام میکنه و یک انسان از یک ناحیه بار بار رنج میبره و احساس تنهایی میکنه، گفته خودشان احساس خستگی میکنن، احساس بیکسی و بیگویی میکنن و مشکلات زندگی، بار زندگی و تشویش ها و نگرانی های زندگی هم بالایشان، بالای شانه هایشان غیر قابل تحمل میشه. در این حالت اینا میتونن برای راه حل یک مسیر زندگی جدید براشان فکر عرف از زندگی جدید این نیست که بیاین خانشان یا خانوادشان یا همسرشان تغییر بدن، یعنی یک راهکاری جدیدی را برای زندگیشان اختیار بکنن. روش هایی که قبلا در زندگیشان به کار میبردن، عادات و خوی و برخورد هایی که قبلا بود که بدون شک منفی بوده که تا به امروز به اینجا رسیده، اینا رو تغییر بدن، مثبت بسازن، دیدگاه هایشان را، افکارشان را، برخوردشان را و احساسشان را مثبت بسازن. یک مشکلی را که آقای آریا خواهر ما اشاره کردن، گفتن که بیشتر تنها شدیم، یعنی تنهایی را اختیار میکنم. خوب است که در جمع کل قرار بگیرن تا همین فضا و حالت خراب افسردگی هم که اومده بیشتر دور شه. این تنهایی که اینا احساس میکنن و تنهایی، گفتم که اگر از عواملی است که افسردگی را نشان میده که انسان خودش تمایل پیدا میکنه به تنهایی، برون به تفریح، برون با کودکایشون خوش بگذرانن، با فامیل برون یا مصروف شون، مصروف مطالعه، مصروف کار، مصروف ورزش، مصروف یک حرکت جسمی، روحی، روانی، فکری که اینا را مصروف نگاه کنن و فکر نکنن بالای چیزهای منفی و تکراری که ذهن از اینا را بخراشه، قلب از اینا را بیازاره و جسم از اینا را صدمه وارد بکنه. این خوب است. و سوال قبلی هم فراموش نشه جناب آریا، در پیوند به سوال خواهر ما که اشاره کردن تنها هستن و بیشتر روی خوب ندارن فامیل خسر خیلش، میخوایم در مورد رفتاری که باید با یک افسرده، با اشخاص افسرده در خانواده، در محیط خانواده، چی اعضای خانواده فامیل خودشان است و یا هم فامیل بیگانه هستن، چگونه باشه اشاره داشته باشن کوتاه اگر. تشکر. در رابطه با اون موضوع که قبلا وضاحت دادیم، اونا مربوط خانوادگی خودشان میشن، ما نمیخوایم قضاوت کنیم زندگی دیگران، چرا که من با یک تماس تلفنی نمیتونم همه مشکلات درک کنم یا بفهمم که این مشکل اصلی در این خانواده چی است و بیایم از ذهن خودم قضاوت بکنم. من فقط دیدگاه های علمی را ارائه میکنم، یعنی راهکارها را ما ارائه میکنیم، اونا میتونن با استفاده از این راهکارها برای زندگی خودشان یک برنامه جدید را بسازن و یک روش نو را و یک زندگی سالم را ایجاد بکنن. سوالتان در رابطه ببخشید رفتار خانواده، رفتار خانواده با فرد افسرده، بله اگر اشاره کنید تمام افرادی که در خانواده زیر یک سقف زندگی میکنن، اینا بفهمن که هر عضو خانواده جایگاه خود را داره، از خردترین عضو خانواده که عزت نفس داره، جایگاه داره، شخصیت داره، تا بزرگترین عضو خانواده. اگر در خانواده احترام، تعادل، ثبات و سازش و تفاهم وجود نداشته باشه، در اون خانه افسردگی وجود داره، خشونت وجود داره، برخوردهای ناسالم وجود داره. چی خوب است که ما در خانواده خودمان احترام را به جای بی احترامی، صمیمیت را به جای خشونت جایگزین بسازیم و گزارا و تفاهم را به جای پرخاشگری ها جایگزین بسازیم. ممنون شما، زنده و سلامت باشین جناب آریا، سپاس از حضورتان. خب دوستای عزیز، روزهای چهارشنبه ما بخش روانشناسی را همچنان در رسم زندگی گنجانیدیم که با جناب احمد جاوید آریا، ببخشین که اشتباه شد از پیش من، با شما هستیم و شما هم دوستدار روانشناسی و موضوعات روانشناسی اگر هستین، میتونید که در برنامه خودتان بپیوندین و بینیده باشین. 0223 شماره تماس ما هست. سپاس از همراهیتان که تا این دم با ما همراه بودین. تا برنامه بعد و دیدار بعد، شما را به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش و بقیه برنامه های تلویزیون خورشید را فراموش نکنید.